درود بر شما. دهم فروردین ماه 1402 خورشیدی و 29 مارس 2024 میلادی. ببخشید. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به فساد جنایتکاری که از اول انقلاب با پرونده سازی علیه بچه‌های مردم و چاپلوسی مثال زدنی از خامنه‌ای جاپای خودش رو بر بچه‌هاش تو نظام جمهوری اسلامی انقدر صفر کرد که شاید هرگز فکر نمی‌کرد که یک روز قربانی جنگ قدرت در همین نظام مقدس بشه. آخر برنامه پرده آخرم خواهیم داشت. به روال کاظم صدیقی، 73 ساله، متولد 1330 در ابهر استان زنجان. تو زندگی نامش نوشته است که در 12 سالگی فرستادنش قم برای درس طلبگی. رفت مدرسه حقانی، مدرسه حقانی که بعدا تقریبا همه سران قضایی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی درس خونده های همین مدرسه حقانی شدن. یه نگاهی تو همین زندگی نامش به اسم اساتید مدرسه حقانی که کاظم صدیقی پیش اینا تلمذ کرده بندازیم، روشن می شود که این ذات اقدس آخوندیش چجوری پرورش داده شده. صدیقی دروس مقدمات را نزد ابوالقاسم خزعلی از فتوی دهندگان قتل‌های زنجیره‌ای، احمد جنتی، محمد مهدی، محمد محمدی گیلانی، حاکم شهر جنایتکار اوایل انقلاب به پایان رسان و دروس سطر را از محمد مؤمن، آخوند زمینخوار قم. من برای همه اینا برنامه داشتم، در صفحه آخر مکرر هم داشتم و حتما دیدین دیگه. یکی دیگه از اساتیدش علی مشکینی که دختر زیر 9 سالش رو داد به ری شهری، رئیس دادگاه نظامی بعد از انقلاب، از اینا استفاده کرده است. یارو تو زندگی نامش نوشته صدیقی فلسفه اسلامی را نزد محمد تقی مصباح یزدی، معروف به طوروسیان خشونت و فتوادهنده دیگر قطعهای زنجیری، آموخت. اینا همه رو که عرض کردم اسامیشونو، این داداش نوح پیامبر احمد جنتی تا حالا همشون رو کفن کرده، همشون مردن غیر از خود جنتی، از این اساتید صدیقی. صدیقی 28 سالش بود که با انقلاب 57 شد رئیس محاکم عمومی تهران دهه 60. روح الله حسینیان که اونم مرده، این آقای حسینیان وقتی اعلام شد سعید امامی مسئول گروه ضربت وزارت اطلاعات برای کشتن روشنفکران و نویسنده ها در دهه 70 تو زندان واجبی خورده مرده، گفت معروف شد دیگه که بابا ما خودمون هم قاتل بودیم، حاج سعید رو کشتن تا فاشگویی نکنه. این آدم حالا که در دوره اعدام های دهه 60 تو اطلاعات و دستگاه قضایی بود، خاطره ای رو از همین کاظم صدیقی گریان ظاهرن که دهه 60 رئیس دادگاه عمومی بوده است نقل میکنه در سیمای آقایی. یکی از ایراداتی که با آقای رئیسی میگرفتن این بود که آقای رئیسی مثلا جز این گروهی بوده که اعدام کرده مدافعین رو. خب آقای رئیسی رو باید جایزه داد. اولا آقای رئیسی که از خونه صبح بودن نشده بیاد بیرون حکم صادر بکنه علیه منافقین. مسئول کشور امام تشخیص داده، ایشونو حکم داده و مسئول یکی از مسئولین این کار قرار. مردم باید تشکر بکنن از آقای رئیسی، نه انتقاد بکنن. یه روز به یکی از بزرگان عرفا شوخی کردم که رئیس دادگاه بود، گفتم آقا پرونده هاتو دیدم ماشاءالله خیلی قاطعانه، گفت اگر چیزی هم ما برای خدا داشته باشیم برای قیامتمون همین هاست. حاجا اسم ایشونو بگید دیگه، چون جزء محاسن دیگه، غیبتش هم نمیشه. یعنی بزنید یه همچه افراد شجاعی. آقای صدیقی، آقای صدیقی نماز جمعه، صدیقی نماز جمعه. این آدم که پرونده سازی و کشتن بچه‌های مردم براش توشه آخرته، تو همون دستگاه قضایی تا امروز ماندگار بوده است و هست هنوز، بعدن به عنوان رئیس دادگاه انتظامی قضات، بعدم مشاور عالی ابراهیم رئیسی موقعی که رئیس قوه قضاییه بود رئیسی،
تا همین حالا که مشاور عالی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه است همین امروز. البته در کنار اینا شغلای شریف دیگه ای داره، دبیر کل بنیاد بین المللی قدیر، همش یه سری نوندونی، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی، نایب رئیس شورای مدیریت حوزه علمی تهران و مؤسساتی که داره، مؤسسه پژوهش آموزشی اندیشه های امام خمینی، حوزه علمیه امام خمینی، مؤسسه پیروان اندیشه قائم. این دو سه تا آخری حالا شده وبال گردنش. بعد از آخرین نماز جمعه رفسنجانی در تیر ماه 88 خامنه ای حکم داد که حضرت آیت الله کاظم صدیقی اضافه بشن به خطیبان جمعه تهران که از آخر مرداد 88 این کارم به وظایف مهمش اضافه شد. اولی نماز جمعه شما موقع آخر مرداد 88 بود. معمولا هم او رو به عنوان خطیب اولی نماز جمعه سال نو خورشیدی بعد از نوروز میذارن که یه وقتی گریه کنه. همین امسال هم همینطور بودم. این 1403 باری رفسنجانی چیا به طور سنتی دست کم از سال 88 به این طرف کاظم صدیقی رو در مقابل هاشمی رفسنجانی دیدن، نه فقط به دلیل اینکه جایگزینی امامت جمعه که با حکم خامنه ای شد، نه فقط به این دلیل، به خاطر تمام موضع‌گیری های او علیه رفسنجانی. من نمیم اون پشت و پسله چه میگذره، ولی موضع‌گیری های علنیش. برای نمونه 15 بهمن 94 صدیقی امام جمعه موقت تهران حمله به هاشمی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و روحانی رئیس جمهوری را در دستور کار خود قرار داده است. امام جمعه موقت تهران که در جمع گروهی از مردم مشهد سخن میگفت با اشاره به انتقادات اخیر هاشمی رفسنجانی از رویکرد شورای نگهبان گفت این حرفهای ایشان بوی شلوغی میدهد و فتنه را تداعی میکند. او در بخش دیگری از سخنان خود پیکان حمله را به سمت حسن روحانی گرفت و گفت بیکاری در کشور ما بیداد می کند، در حالی که در دوران پسا تحریم مسئولان مملکت به خرید هواپیماهای خارجی روی آوردند. رهبر وقتی مشاهده کردند، رهبر معظم البته، وقتی مشاهده کردند که دولت توجهی به قشر مستضعف جامعه ندارد، به همین علت شخصا عده‌ای را مأمور ساماندهی حاشیه شهر کردند. چرت و پرتا در حد حوزه علمیه میگه. این مسیر رفسنجانی چی ها، یعنی اساساً اصلاح طلبان و میانه‌روها، از امروز داریم صحبت میکنیم که اسمشون رو گذاشتن کارگزاران سازندگی، اینا با خامنه چی ها و سپاه دو مسیر متفاوت رو در حفظ نظام مقدس دارن دنبال میکنن. بعد از رفسنجانی چهره اصلی اینا شده روحانی و بعد از زدن رفسنجانی نوبت زدن روحانی رسیده. زدن روحانی یعنی زدن این طیفی که البته در سیستم امنیتی اطلاعاتی حاکم جاپاش هنوز پاک نشده. هم رفسنجانی و هم روحانی هر دو مدیران درجه اول این نظام در حوزه امنیتی و اطلاعاتی بودند. حالا اول با رد صلاحیت روحانی در انتخابات خبرگانشون شروع کردن، درست مثل رفسنجانی که با رد صلاحیت ضربه های آخر رو شروع کردن. بعد رسانه هاشون و خطیبان جمعه شون که همه منصوب رهبر نظامن، هر فلاکتی رو انداختن گردن دولت روحانی و برجام. روحانی که 25 سال نماینده رهبر و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تون بود، ایشون 3 تا نامه نوشت به شورای نگهبان که به من بگین دلیل رد صلاحیتمو و اعلام بکنین. آخر شورای نگهبان جواب کلی داد که یعنی ما هر کی بخوایم کنار میذاریم. اونم گفت این جوابای کلی کارساز نیست و از این صحبت. به هر حال اما قضیه سر این نامنگاری ها نیست. واکنش طیف روحانی یعنی اصلاح طلبا و میانه بازان که اشاره خواهم کرد حالا بعدن، همزمان شد با انشاءالله تصادفی، حالا همزمان شد با افشای یکی از نزدیکترین آخوندهای مورد اعتماد و تفقد همیشه خامنه ای، همین صدیقی. صدیقی همیشه هر چه گفته درباره هر چه گفته هر جا گفته یه دلبری هم از رهبرش کرده. چه دلی هم میبره این صدیقی گریان. اینقدر که سال 1400 که به دلیل کرونا خامنه ای روزخونی های عمومی نداشت،
از صدیقی خواست تا اولین شب مراسم عزاداری فاطمه براش روزه بخونه. دیماه 1400 صدیقی وقتی رو منبره، گفتم گریه میکنه همش، ولی دیماه 1400 از زمانهای بود که گریه نمیکنه و گریه که نکنه فقط از خامنه ای تعریف میکنه. رهبری از هر کشوری آمده تحت تأثیر معنویت او قرار گرفته، این بوی اهل بیت میده، این بوی امام زمان میده، این بوی پیغمبران میده. بله، منظورش البته هر بویی نیست، تا بوی معنویت و امام زمان منظورش. این بو هرچی بیشتر باشه، رهبر نورانیش هرچی بیشتر هوای ما رو داشته باشه، ما بیشتر شارژ میشیم. حرف خود چاله میشتم. این تیر ماه 91 آیت الله خامنه‌ای مکرر خدمت حضرت امام عصر یعنی مهدی تشرف داشتند ولی نشناختند. وجود مبارک امام زمان ارواحن و فدا در عرفات با اسم ایشون رو دعا میکرد. 18 اردیبهشت 99 حالا بشنم. چقدر واقعیتش تجلی ولایت مطلقه امام عصر است و عنایتی است که همه عوالم از این عنایت برخوردار میشن. بد نیست شنونده های عزیز ما همه بدانند این عالم جلیل القدر ابوالشهید میگوید من در این تشرفی که خدمت حضرت به برکت شب قدر پیدا کردم، سوالاتی که داشتم یکی در مورد مقام معظم رهبری بود. پرسیدم آقا، حضرت آقا در نظر شما چجوره؟ حضرت فرمودن ایشان از ماین، ایشان از ماین، سلمان و منا اهل بیت. به قدری این جریان منو شارژ کرده، اینقدر به قدری این جریان منو شارژ کرده که مصمم شدم به چاپیتن تا ته حلقم، اینقدر که از حول حلیم افتادم تو دیگ. آبرون رفت. واقعا چی دیگه میشه گفت؟ قبل از اینکه این ماجرای مدرسه علمیه ازگل افشاش کنه، خودش پوست موز و زیر پای خودش انداخته بود این آقای صدیقی. دیماه 99 هست آیت الله مصباح یزدی استاد ایشون که یکی از دستور دهندگان قطعهای حکومتی دهه 70 بود و مهمترین حامی خامنه‌ای در بین غوزبیان مرد. خب بیعت کنندگان با خامنه‌ای خیلی ایشونو یعنی حضرت آیت الله مصباح و قاب میگرفتن دیگه. قهرن بر ما خیلی سخت میگذشت. ایشون که دید ما ناراحتیم چشمشو باز کرد، فرمود که ناراحت نباشید، این ناراحتی تا دو ماه، تا دو هفته است. دو هفته بعد باغ وسیعی برای ما تدارک دیده شده، ما رو اونجا میبرن. عجب. این دلداری رو به ما داد. دو هفته بعد هم تمام شد، یعنی دقیقا وقت وفاتشون رو خودشون خبر داشته. عجب. و جایگاهش هم بهش نشون داده بودن، در یه باغ وسیعی ما رو دادن. خب ایشون رو در منزل خست دادن آیت الله مصباح رو علامه رو. و کسی قصد داد که آقای حقشناس رام، آیت الله حقشناس رام ایشون قصد داده بود. این غسال گفته بود که آیت الله جاودان به ما پیام داده که حواستون باشه، از آقای مصباح یک کرامتی دیدید به ما بگید. عجب. گفت این پیام رو ما وقتی دریافت کردیم، وقتی من قصد می دادم، که آرزو کردم ای کاش آقای مصباح از ما هم شفاعت بکنه. گفت تا این آرزو آمد دیدم چشماشون رو باز کرد. عجب. بله، یه نگاه مهربان رو نکرد و فوری چشماشون باز. یه از اولیاء مسلم خدا بود. این بازم گریه کرد. این مرده شوری آیت الله حقشناس و بعد آیت الله مصباح تو خونه قصبی و لاکچری رضا مطلبی کاشانی صاحب تک مکاران
انجام می شود. رضا مطلبی کاشانی شریک هر دو روزخون اختصاصی رهبر معظم پناهیان و صدیقی، احمد توکلی نماینده سابق مجلس ششم، مجلس پنجم بود البته، در بهمن 99 نوشت: چندی پیش جناب آقای صدیقی روایتی را از قول یک غسال در سیما مطرح کرد که جنجال بسیاری در کشور برانگیخت. پیدا کردن غسال یاد شده با توجه به کدی که ایشان در سخنان خود داد چندان دشوار نبود. غسال آیت الله مصباح همان غسال مرحوم آیت الله اخشناس است. رضا مطلبی کاشانی همان ابر سرمایه‌داری که چندی پیش نیز برای حجت الاسلام پناهیان حاشیه آفریده بود. مطلبی کاشانی در این بازار کساد 40 میلیارد تومان خمس می آورد و هیچ کس از او نمی پرسد که منبع این ثروت افسانه‌ای کجاست. 40 میلیارد تومان در سال، قبلا هم گفتم تو این برنامه، 1/5 سود مازاد مخارج است. مازاد مخارج، اونم 1/5. تو باید نقل قول کنیم از توضیح المسائل خمینی. توضیح المسائل خمینی میگوید هرگاه انسان از تجارت یا صنعت یا که از پای دیگر مالی به دست آورد، چنانچه از مخارج سال خود و ایالاتش زیاد بیاید، باید خمس یعنی 1/5 آن را بدهد. ایالات یعنی با عین، یعنی زناش چند تا ایال داره، حالا میتونه 4 تا عقدی و بی‌نهایت صیغه داشته باشه، با اون ریختش دیدین دیگه. اگه بعد از اینکه خرج خودش این ایالاتو داد، با آخر سال بازم زیاد آورد، 1/5 می شود خمس. 1/5 پولی که فقط در یک سال زیادی آورده که 40 میلیارد تومانه داده به آیت الله. تک مکارون مال همون مرده شور است. رضا مطلبی کاشانی رفیق گرما به گلستان آیت الله مصباح و صدیقی نماز جمعه و بقیه علما در خیریه قدیر ولایت با اینا شریک. کاظم صدیقی نماز جمعه تهران، اینا همه رو میگم در ارتباط با همین کاظم صدیقی. ممد حسن رحیمیان تولیت مسجد جمکران، ممد حسن ابو ترابی نایب رئیس سابق مجلس، مرتضی نبوی از روزنامه رسالت ارگان بازاریای حکومت حکومتی، مصطفی میرلوهی داماد مهدوی کنی رئیس مرده مجلس خبرگان، تو مؤسسه پژوهشی آموزشی امام خمینی هم هست باز با صدیقی که معروف است به مؤسسه مصباح، با اینا شریکه. محمد حجازی جانشین فرمانده قدس سپاه، مهدی خاموشی رئیس اوقاف و دایی زن میثم خامنه‌ای، غلامرضا فیاضی کاشانی عضو خبرگان رهبری، و کاظم صدیقی و مصباح یزدی که تو خونه قصبیش شستش. با کاظم صدیقی تو بنیاد القدیر است که هدفش تیتر زده آماده کردن شرایط برای ظهور امام عصر، با اینا شریکن. داوود مددی مشاور احمدی نژاد و رئیس ستاد انتخابات قالیباف در کیش و قم. مهمه این طیفا رو ببینید که همینجوری سر دیک همشون با هم جمع میشن. داوود مددی مشاور احمدی نژاد رئیس ستاد انتخابات قالیباف در کیش و قشم و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در دوره احمدی نژاد، ابراهیم انصاریان داماد دیگر مهدوی کنی، مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام. تو بحبوه بحران مواد غذایی و گران شدن بی سابقه نون ماشینی و ماکارونی، 13 آبان 1400 نامه مدیر تعزیرات ساوچ بلاغ میره به مدیر کل اداره تعزیرات استان البرز که تک ماکارون محصولاتش رو از مرداد ماه، یعنی 3 ماه پیش از تاریخ نامه، 70% گرون کرده و علارغم تذکرات پایینم نمیاره. تو این نامه نوشته که تک ماکارون 77 میلیارد تومان گرون فروشی کرده 1400. 15 اردیبهشت 1401 اعلام می شود که تک ماکارون 670 تن احتکار کرده. در پی اصلاح قیمت آرد صنف و صنعت در روزهای اخیر، کارخانه تک ماکارون با جمع‌آوری و احتکار محصولاتش از بازار
تلاش داشت تا محصولات خود را با قیمت‌های جدید به بازار عرضه کند که باعث هم ریختگی بازار و تشویش اذهان عمومی شده است. جالب است که طبق اعلام خبرگزاری رسمی دولت 1401 این شرکت نه تنها خود احتکار کرده بلکه به عنوان لیدر بازار ماکارونی ایران در اقدامی بی‌شرمانه با شرکت‌های دیگر نیز لابی کرده و از آنها خواسته در این شرایط که قیمت ماکارونی افزایش یافته و از سبد غذایی بسیاری از مردم در حال حذف شدن است از عرضه محصول به بازار خودداری کنند. تا اینو میگن سوداگری که در اسلامشون حرامه، احتکار حرامه، تا بعدن کم بشه تو بازار این بیاره با قیمت سرسام‌آور بفروشه. بعد میره تا 25 اردیبهشت 1401 که رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام میکنه که تک مکانون 380 میلیارد تومان به دلیل احتکار جریمه شده و از یک هفته پیش هم در انباراشو این فلان فلان شده به روی ماموران تعزیرات باز کرده. یعنی چی؟ یعنی تا یک هفته پیش 25 اردیبهشت اینو میگه، یعنی تا یک هفته پیش از 25 اردیبهشت مطلبی 1401 مطلبی کاشانی نمیذاش مامورا برن انباراشو ببینن، با وجود اینکه از 13 آبان 1400 نامه مدیر تعزیرات میره به مدیر تعزیرات استان سابشبلاغ، میره به مدیر کل اداره تعزیرات استان البرز که این بابا اینجوریه. تا یه هفته قبل از 25 اردیبهشت 1401 در انبارش رو با نمی‌کنیم، نمیشه. بعدن میگه خب دیگه وا کرده یه هفته پیش. حالا این مرده شوره رو بعد افشا شدن ابر بدهکار بانکی بودن، احتکار کننده بودن، اخلالگر اقتصادی بودن، چیکارش کردن؟ به جایزه دادن. مروی معاون رئیسی در قوه قضاییه که رئیس قبل از اینکه رئیس جمهور بشه اونجا بود که در قوه قضاییه که سال 1400 جای رئیسی شد، رئیس آستان قدس، آقای مروی مرده شوره رو با خودش برد پیش امام رضا. هیئت امنای حرم امام رضا رو که منصوب کرد، مطلبی رو گذاشت بینشون، همه با تقوی ها رو یه جا جمع کرد، حداد عادل، مطلبی کاشانی، انسی غزالی و اینا. یه همچین آدمی، همین مطلبی کاشانی رو میگم، هر جا صدیقی استاد اخلاق و تقوای آقایون هست اونم هست. اون وقت صدیقی به مردم میگه رنج دنیا رو بکشین، توشه آخرتتون میشه. یکم آذر ماه 1399. اینجا بهشت نیست، اینجا آسایشگاه نیست، اینجا محل کار و تلاش است، اینجا محل رنج است. گنج بهشت را با رنج دنیا به دست می آوریم. مرارت و دنیا، گنج دنیا مال شما آقای صدیقی که قبل از انقلاب با موتورگازی می رفتین واسه 5 تا تک تومنی خونه اینو اون روزه می خوندین، ابا امامتون هم میذاشتین زیر نشیمنگاهتون، روزین میشستین میرفتین. رنج و فقر و مصیبت دنیا مال مردمه. ماجرای مدرسه علمی ازگل رو همون سال 1400 رویداد 24 که دیدین افشا کرد. نوشت کاظم صدیقی در خطبه نماز جمعه گفت مشکلات معیشتی به خاطر عدم توجه مردم به خداست. چگونه میتوان از فردی که خودش در حوزه علمیه مجلل و لاکچری رفته آمد دارد توقع داشت مشکلات مردم را بفهمد؟ مدرسه علمیه ازگل که سال 82 افتتاح شده است، در سال 82 در 4 طبقه 8 واحدی در منطقه ازگل تهران قرار دارد که یکی از مناطق گران قیمت و لاکچری تهران است. هر واحد شامل 4 حجره است و تعداد حجره‌ها جمعاً به 32 واحد میرسد. در این 32 واحد حدود 300 طلبه به تحصیل اشتغال دارند. سالن اجتماعات مدرسه در زیرزمین واقع شده که قسمتی از آن را به صورت موقت به عنوان سالن ورزشی مورد استفاده قرار میدهند. در فراخوان این حوزه علمی برای طلاب، اولین ویژگی مدرسه بهره‌مندی از درس هفتگی حجت الاسلام و المسلمین صدیقی و سایر اساتید اخلاق و بزرگان تربیتی ذکر شده است. حالا این مراسم عموم بزرگشون. حالا این افشاگری جدید از حقبازی های صدیقی و خانواده و اعوان و انصارش از 23 اسفند 1402 همین شب عیدی با انتشار مطلبی از یاشار سلطانی روزنامه‌نگار درباره یک باغ 4 و
4200 متری در منطقه خوشاب هوای ازگل تهران ترکید. 4 روز بعد 27 اسفند صدیقی دم به گریه اومد با سیمای آقایون سخن گفت. اینایی که خبرها رو شاید اینا رویه یه خسن پس قضیه جریان های دیگری اینا منو نمیخوان بزن اعتقاد جمعه ها رو بزن مردم خوبی که باها های انقلابش رو استفاده وجود استفاده اعتقاد داریم به کسی اونی که خدمت گذاره اینا میخوان اونا رو گرفتن بزن. این نامه که منتشر شد همین نامه بود دیگه که شما منتشر کرده بودید و فرموده بودید که حالا جل کرد. خب در این رابطه 3 تا مؤسسه دینی هست به اصطلاح. یکی مؤسسه، امیدوارم که یه مقدار روشن بشود اینو گزارش کرد چون خیلی خیلی این به اون ربط داره اون به این ربط داره است. به هر حال اصل قضیه اینه که 3 تا مؤسسه دینیه، یکی مؤسسه پژوهشی آموزشی اندیشه های امام خمینیه، همش مال صدیقی ها. خب یکی مدرسه علمیه امام خمینی در ازگله یا حوزه علمیه امام خمینی، یکی دیگه مؤسسه پیروان اندیشه های قائمه. حالا یکی یکی تو مؤسسه اندیشه های امام خمینیشون یکی از گلپسرهای صدیقی هم هست، جزو هیئت مؤسسش هم هست. این مؤسسه آموزشی اندیشه های امام خمینی در واقع شرکت مشترک مهدی خاموشی، دایی میثم خامنه‌ای و مطلبی کاشانی همون مردشوره و کاظم صدیقی است. اسامی رو داشتین میدیدین، امیدوارم دیده باشین. مؤسسه پیروان اندیشه های قائم و اعضای هیئت مؤسسش هستند کاظم رجبی صدیقی، همین حضرت آیت الله صدیقی، ممت حسین رجبی صدیقی یکی از پسراش و یکی دو تا دیگه که حالا اینجا باهاشون فعلا کاری نداریم. رئیس مؤسسه آیت الله کاظم رجبی صدیقی می باشد، همینجا نوشته، و دارای وظایف ذیل هستند: اداره کلی امور مؤسسه، هدایت فعالیت های مؤسسه و نظارت بر اجرای امور، انتخاب و عزل معاونین مدیران و مشاوران مؤسسه و مراکز وابسته، اهم از تعاونی مسکن، مجموعه های تفریحی و مدیریت اموال. این چیه؟ این پیروان قائمه. خب 14/8/1402 تو دفترخونه ثبت میکنن این مؤسسه رو. 14/8 کیا؟ کاظم صدیقی و دوتا پسرش جواد عزیزی و عادل محسنی، همون حاج آقا محسنی که تو اون صحبتش با صدا و سیما گفتش که اونم حیوانی پریشان شده حاج آقا محسنی و اینا، و یه نفر دیگه رضوانه قوام، عروس کاظم صدیقی، همیشه بازرس اصلی این اندیشه های قائم، و فضل الله بیگوردی یا وردی بیگوردی سرتیم حفاظت صدیقی، او هم میشه بازرس علل بدل، بردست عروسشون میشه تو این اندیشه های قائم. یاشار سلطانی نوشته است: در توضیحات ثبت این شرکت هیچ توضیحی داده نشده که این شرکت ارتباطی با مدرسه علمی امام خمینی در ازگل دارد یا نه. ببخشید. اما به طرز عجیبی این شرکت یک ماه بعد از تأسیس صاحب 4200 متر زمین‌های مدرسه علمی امام خمینی می‌شود. این حوزه علمی در ناحیه خوشاب هوای ازگل در تهران مکان یابی شد و کم کم با خرید زمین‌های اطراف و توسعه زیربنایی اکنون یک ملک حدوداً 23000 متری در شمال تهران است. آنچه ما میپردازیم سرنوشت 4200 متر باقی است که در گوشه شمال شرقی این زمین قرار دارد و یک ملک سبر به حساب میآید و به مالکیت شرکتی در میآید، یعنی همون اندیشه های قائم، که اعضای هیئت مدیره آن کاظم صدیقی و فرزندانش هستند. زمینی که با در نظر گرفتن متوسط قیمت زمین در ناحیه ازگل تهران ارزش تقریبی 1000 میلیارد تومانی دارد.
حضور نامی چون جواد عزیزی هم در ترکیب مؤسسان شرکت پیروان اندیشه‌های قائم جالب توجه است. او یکی از مدیران شهرداری تهران در زمان قالیباف بوده، رئیس اداره املاک شهرداری تهران بود تو اون املاک، و حالا در ترکیب، یعنی همه لخما رو جمع کرده صدیقی، میدونین اونور اون مطلب کاشانی، اینجا این رئیس اداره املاک شهرداری، زمین خوار نجومی بده قالیباف، اینا همه رو جمع کرده دور خودش. خب و حالا اینا در ترکیب شرکتی حضور دارن که به عنوان اولین اقدام بخش از زمین های یک حوزه علمی را به نام خودش ثبت کرده است. آقای جواد عزیزی داره چندی پرونده قضایی در زمان مسئولیت در شهرداری تهران بوده است. البته یادتون نره که آقای صدیقی هم در دستگاه قضایی همیشه از مدیران درجه اول بودن تا امروز از اول. خب حالا این داستان من قاطی نکنم، این داستان رو شنیدین از یاشار سلطان، یه خلاصه از یه بخشی از گزارششه. حالا بریم سراغ پایگاه اینترنتی مدرسه علمی امام خمینی اوزگل حضرت استادی آیت الله کاظم صدیق در جواب این افشاگری ها دیگه. سه تا اطلاعیه زده. یکیش میگه همه چی اینجا در اختیار مطلق حوزه علمی است و کسی نفع شخصی نداره. دو تا دیگه که مستقیما به ماجرا مربوط میشه. یکیش نامه صدیقی به دادستان برای دادخواهی، یعنی دادش در اومده از حقی که ازش گرفته شده یا چه میدونم میخوان بگیرن ازش، حالا شکایت برده پیش دادستان عدلیه که بیا حقمو بگیر، که تاریخ نداره، تاریخ ننوشته. سایت حوزه علمی اوزگل منتشر کرده اینا و رو وبسایتش هست بدون تاریخ، احتمالاً عجولانه بعد از افشای قضیه نوشته شده. نوشته یک نفر که همون جواد عزیزی است، اونجا که مثلا اسمو قلم گرفته، حالا بدون حضور امضای از آیت الله این انتقال رو انجام داده، یعنی انتقال ملک رو به مؤسسه شخصی اینا، همون اندیشه های قائم. بعد بیانیه میده آقای صدیقی که ما تا فهمیدیم که از ما سوء استفاده شده و امضامون جعل شده و اینا، مجمع عمومی مؤسسه برگزار کردیم و گفتیم کلیه افراد مؤسسه، یعنی همون جائله هم از اون شمار، اخراج و هیچ چیزی شخصی نیست و همه اموال مؤسسه هم مال حوزه علمیه امام خمینی است. تاریخش رو دارین میبینین دیگه، میگه در تاریخ 4/9/1402 ما صورت جلسه کردیم این موضوع رو. بعدن بعد از این طبق این سند در 19 آذر آقای صدیقی با پسرش محمد مهدی و جواد عزیزی، یعنی همون که میگه امضا مجعل کرده بوده، به دفترخانه شماره 1467 تهران واقع در جماران میرن، سند انتقال باغ رو امضا میکنن و اثر انگشت مبارکشون رو میزنن زیرش. چی شد ماجرا؟ یه دور جمع بزنیم. تو نامه به دادستان، همین بعد از افشاگری اواخر اسفند 1402، صدیقی می نویسه که جواد عزیزی امضای منو جعل کرده. تو اون صحبت شم با سیمای آقایون گفت آخرش که بله جعل کرده دیگه، امضای من نبوده. خب جعل کرده، این انتقال انجام داده، این 1,000,000,000 تومان و اینا رو. بعد تو بیانیه می نویسه ما 4 آذر 1402 جلسه گذاشتیم، چون فهمیده بودیم قضیه جعل، و مجمع عمومی گذاشتیم و درستش کردیم، اصلاحش کردیم. و بعد طبق سندی که آخری دیدین، 2 هفته بعد از اون مجمع عمومی 4 آذر، یعنی 19 آذر 1402، میره با گل پسرش و همون جائله سند رو میزنن به نام اندیشه های قائم که مال خودش و دوتا پسرهاش. آخه کی کیو میخواد گول بزنه؟ هست آیت الله گریان، رئیس امر به معروف و نهی از منکر نظام مقدس، هیچی نمیگم. ادامه گزارش یاشار سلطانی گزارش رو تکمیل میکنه.
اکنون اسناد تازه نشان می‌دهد که درآمدهای حاصل از یکی از دارایی‌های ارزشمند حوزه علمیه امام خمینی تهران به جای واریز به حساب این حوزه علمیه یا مرکز خدمات حوزه علمیه به حساب مؤسسه واریز می شود که همه کاره آن کاظم صدیقی و پسرش محمد مهدی صدیقی است. هتل جهان در مشهد هتلی است که سال 1393 از سوی خیرین به حوزه علمیه امام خمینی تهران، اونا چقدر بدبختن، به حوزه علمیه امام خمینی تهران در ازگل به مدیریت کاظم صدیقی واگذار شد تا از درآمدهای آن برای حوزه علمیه و هزینه‌های آموزش و دینی این حوزه استفاده شود. اما 3 ماه پیش حوزه علمیه امام خمینی تهران طی قراردادی با بانک ملت بهره برداری از هتل 65 واحدی جهان را به مدت 3 سال به این بانک واگذار کرده و اجاره ماهیانه 1 میلیارد تومانی برای این هتل 3 ستاره واقع در خیابان امام رضا مشهد در نظر گرفته شده. یعنی چی؟ یعنی هتل و صدیقی و پسرش، همه چیش صدیقیه دیگه، حالا پسرش زیر عباش داره بار میاد، صدیقی هتل و اجاره داده به بانک ملت ماهی 1 میلیارد تومان. و نکته عجیب این که واریز اجاره این هتل به حسابی غیر از حساب حوزه علمیه است. مؤسسه آموزشی پژوهش آموزشی انچه های امام خمینی نام مؤسسه شخصی و بدون وابستگی به حوزه علمیه ازگل است. همینجا نگردیم ببینیم، گفتم 3 تاست درسته؟ یکی مؤسسه پژوهش آموزشی انچه های امام خمینی است، یکی حوزه علمیه یا مدرسه علمیه ازگل که تمام این زمین ها مالونه، و یکی دیگه مالونه و یکی دیگه مؤسسه انشای قائم. بجز مؤسسه، یعنی مدرسه علمیه امام خمینی به اصطلاح در ازگل، بجز اون 2 مؤسسه دیگه، یعنی مؤسسه پژوهش آموزشی اندیشه های امام خمینی و مؤسسه پیروان اندیشه های قائم، هر 2 شخصی است این دوتا و مال صدیقی و پسراشه و حالا توی قائم کاملا مال ایناست فقط و اون جائله و توی حالا مؤسسه پژوهش آموزشی اندیشه های امام خمینی کسای دیگه هم هستن، از جمله همین مرده شوره، نمیدونم دایی میثم، نمیدونم میثم خامنه‌ای منظورم. خب حالا ادامه میدم. مؤسسه پژوهش آموزشی، اینو یاشار سلطانی می‌نویسه، مؤسسه پژوهش آموزشی انچه های امام خمینی نام مؤسسه شخصی و بدون وابستگی حوزه علمی ازگل است که توسط کاظم صدیقی و چند نفر دیگر از جمله پسرش محمد مهدی تأسیس شده است. ریاست این مؤسسه بر عهده کاظم صدیقی است و در اخرین تغییرات ثبت شده این مؤسسه که در روزنامه رسمی کشور به ثبت رسیده آمده است که امضای کلیه قراردادها و اسناد مالی تعهدها و چک سفته و ترازهای مؤسسه توسط محمد مهدی صدیقی به همراه امضای رئیس مؤسسه یعنی کاظم صدیقی و مهر مؤسسه انجام میگیرد. پسرا پدر هم دیگه به چه بابا، بله محمد آقا محمد چی چی هستین؟ آقا محمد مهدی با باباش حج کاظم صدیقی. در قرارداد اجاره 1 میلیاردی هتل جهان مشهد رو بانک ملت به شماره حساب مؤسسه پژوهش آموزشی اندیشه های امام خمینی نزد بانک شهر شعبه بولوار ارتش واریز میکند که حق امضای آن به کاظم صدیقی و محمد مهدی صدیقی داده شده و خبری از شماره حساب حوزه علمیه امام خمینی تهران در زمینه نیست. یعنی از اونم دیگه نیست، یعنی در حساب مؤسسه شخصی آموزشی اندیشه های امام خمینی که حساب شخصی کاظم صدیقی و پسرش است واریز می شود. گفتم اینا دیگه. خب گل پسرای کاظم صدیقی البته فقط زیر عبای باباشون و بر دست باباشون، ایش کدوم هم مهمم نیستن و تو ازگل نیستن، معدن دوست می دارن. آگهی تأسیس شرکت آریا معدن پرگاس با مسئولیت محدود در تاریخ 4/4/91. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت ها شامل کلیه امور هم از بازرگانی صنعتی خدماتی استخراج معادن هم از زیر زمینی و روباز و استخراج فرآورده های معدنی اخص و اعطای نمایندگی در داخل خارج کشور اخص وام و تسهیلات، این خیلی مهمه براشون،
و تحصیلات و ضمانت نامه و برای شرکت بانک‌های دولتی و خصوصی مؤسسات مالی و اعتباری و خارجی و غیره و غیره. مدیران شرکت کیان؟ حسام الدین مهدوی ابهری، محمد حسین رجبی صدیقی، محمد مهدی رجبی صدیقی، دو تا پسراش به اضافه حسام مهدوی ابهری که حالا بعد این رسیدیم میگم پسر یک نماینده مجلس، اونم مثلا مجرم اقتصادی این راست. حالا یه نمودار خانوادگی ببینید که آقای فریبرز کلانتری برای این برنامه تهیه کردن. ببینید این محل اتصال این افراد رو اینجا دارین میبینین که محمد حسین رجبی و ممهدی رجبی، اینا صدیقی جفتشون، دارین میبینین دیگه، اینا وصلن به طلایه‌داران باد و خورشید پارسه، طلایه‌داران اقلیم پارسه، بازرگانی و پخش ریحان گسته راه ابریشم، آریا معدن پرگاس، مؤسسه پژوهش آموزشی انچای امام خمینی، که اینا باز وصلن به در حوزه‌ای که روی این نمودار دارین می‌بینین به سردار حمید شکیب مهر، فرمانده سابق سپاه قم، و البته محمد عزیزی نماینده سابق مجلس که افتاد زندان، و آقای صدیقی، یعنی محمد عزیزی ابهری در واقع، و آقای صدیقی از زندان درش آوردن دیگه. اینا رو من فقط نمیگم که پر توی رسانه ها. خب ببینین برای هر کدوم اینا واقعا ساعت ها باید برنامه گذاشت. بگذاریم ببینین چند نکته رو بگم در این آخر. بعد از افشاگری اول یاشار سلطانی در باره صدیقی در 24 اسفند یا 26 اسفند 1402 وقتی شروع شد قضیه، گفتم ترکید، بعضی ها توییت زدن، یعنی اکس زدن، گیری کردیم از این توییت و اکس، اکس زدن که این اسناد رو کی در اختیار یاشار سلطانی گذاشته. دیدم دیگه بود بعض جامعه اینا رو تو رسانه هاشون هم حتی منتشر کردن. این درست مثل سوال در باره زندگی شخصی آدم هاست که جوابش در همه جای دنیا واقعا یه چیزه. به تو چه؟ محرمانه نگه داشتن منبع وظیفه روزنامه نگاره. خب این اسناد از داخل حکومت بیرون میاد، معلومه. دمش گرم اون کسی که اینا رو منتشر میکنه و خطر میکنه، چون به منابع حکومتی هرگز نمیشه تکیه کرد. هر قولی بدن، چون مثال میخوام براتون بزنم، مهمترین افشاگری تمام 45 سال گذشته یادتون، افشاگری عباس بالیزدار بود علیه ده‌ها تن از آخوندهای با نفوذ حوزه. بعد از افشاگری ها چی شد؟ بالیزدار بود که رفت زندان، نه هیچ کدوم از اون حضرات آیات. که بعدن پالیزدار تو مصاحبه با رسانه ها گفت که ازش سوء استفاده کردن، حالا گرچه به اسم سوء استفاده جریان انحرافی به اصطلاح دوروبریای احمدی نژاد از پالیزدار مطرح شد تو رسانه ها، حقیقت این بود که خامنه ای میخواست آخوندهای حوزوی رو تابع خودش بکنه. رو کم کنی بود که کرد، ماسخور گرفتن از این آخوندهای ریایی مثل خودش برای این حضرات آیات گرون تموم میشد اگر قرار بود اسنادی که پالیزدار و تیمش جمع کرده بودن دنبال بشه. واقعا یعنی نتیجه رو میگیره پیشوا، منتها پیامدش دردسر برای کسی میشه که افشا کرد. اما برای مردم سود داشت البته این افشاگری ها، اثر گسترده ای گذاشت افشاگری های پالیزدار در جامعه، اینو نمیشه رد کرد، به ویژه در دانشگاه و بین دانشجوها. نقاب شیخ ریایی رو برای خیلی از کسایی که به اینا متوهم بودن برداشت. حالا دعوا بین اصلاح طلبان و میانه بازان که به قول خودشون میگن کارگزاران سازندگی با بیت رهبر معظم و دولت سید محرومانشه. اشاره کردم تصادفی نیست که همزمان با افشای زمینخواری و حقه‌بازی‌های از آیت الله صدیقی رسانه‌های باند روحانی، همین اصلاح طلب و کارگزارا، اون
کتاب جدید خاطرات 8 سال وزارت خارجه وزیر خارجه بودن ظریف رو بولد میکنن، برجسته میکنن، گفتگوهای کلاب هاوسی ممجواد ظریف درباره سیاست خارجی رو مطرح میکنن، حرفای روحانی رو درباره حمله سپاه به عین الاسد، پایگاه آمریکایی‌ها تو عراق و موضوعهای دیگه‌ای که خامنه‌ای بدون اطلاع دادن به دولت به ویژه روحانی و وزیر خارجه‌اش ظریف تصمیم گرفته و به سپاه گفته عملی کنین پیش میکشن و رسانه‌هاشون هم مدام روش میکوبن. خب این پاتک روحانی و دار و دستش به خامنه‌ای و دار و دستش مثل همه دعوای باندی حاکمان، سودی که به مردم میرسونه این است که اطلاعاتی رو از هم افشا میکنن که نتیجهش رسوا شدن بیشتر و تراشیده شدن بیشتر از بدنه خودشونه. اینا ساده‌ترین چیزاست که باید با صدای بلند و راحت گفت دیگه. من نمیدونم چرا داخل ایران روزنامه‌نگاری بسیار خوبی داریم میتونن اینا رو بگن، در این حد میشه گفت. چه نمیگین؟ چرا همچین یه جوری میگین که انگار بگذاریم من حالا وگرنه از شما یه خود خودتون رو بکشین که آقای حسن روحانی، هاشمی رفسنجانی وقتی علی خامنه‌ای رو رهبر کرد خامنه‌ای خوب بود؟ انصاف داشته باش. وقتی 25 سال نماینده خامنه‌ای بودی در شورای عالی امنیت ملی خامنه‌ای خوب بود؟ رئیس جمهور شدی خامنه‌ای خوب بود؟ البته بعد کسی پوشیده نیست که رفسنجانی همیشه استاد تو بوده، حتی اگر تو هم مثل بعضی بچه هاش بگه خامنه ای کشتش. فائز رفسنجانی که به نظر میاد از بقیهشون مردم دارتره به اصطلاح، به صراحت میگه هیچ که به اندازه باباش دموکرات نبوده. باباش هاشمی رفسنجانی که معمار جنایت های جمهوری اسلامی بوده و بیشترین ترور روشنفکران و فعالان فرهنگی و سیاسی در داخل و خارج در دوره ریاست جمهوری او انجام شد. حالا گیرم دو تا از بچه های رفسنجانی تو همین استبداد مذهبی حاکم حکم زندان گرفتن، ولی این نظام ساخته خود رفسنجانیه. البته دفاع از همه زندانیان سیاسی بدون استثنا، همه زندانیان سیاسی، وظیفه هر کسی است که به حقوق جهان شمول بشر معتقده، باور داره. هیچ کس نباید زندانی سیاسی باشه و البته جرم پدران رو به اسم فرزندانشون نمی نویسن، به شرط اینکه فرزندان هم پدرانشون رو مجرم بدونن، نه اینکه همه جنایتهاشو علیه مردم ایران تأیید بکنن که هیچ وارونه جلوه بدن. 18 دی ماه 1399 فائزه هاشمی دختر آیت الله هاشمی رفسنجانی در سالگرد درگذشت پدرش در لایو اینستاگرامی با سایت انصاف نیوز تاکید کرد شما پیدا نمی کنید کسی را مثل پدر عملا دموکراسی را پیاده کرده باشد. اینو اگر اینکه فقط آدم از فائزه بشنوه. و البته فائز رفسنجانی عضو شورای مرکزی حزب مجلس هیئت مؤسس و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی است که دو سال آخر ریاست جمهوری رفسنجانی تشکیل شد. یعنی پایه اصلی روحانی همین کارگزاران سازندگی و به اصطلاح میانه روهای اصلاح طلب به قول خودشون. تو انتخابات دور دوم ریاست جمهوری روحانی سال 96 فائزه بود که مواضع و برنامه اصلاح طلب و کارگزارانی رو توضیح میداد. این براتون کوتاه بخونم. سوال خبرنگار: در دقیقه 90 ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری، 90 ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری شاهد ثبت نام اسحاق جهانگیری در کنار روحانی بودیم. شما با توجه به تعدد نامزدهای اصولگرا این تصمیم را چگونه ارزیابی میکنید؟ جواب فائزه: به نظرم استراتژی بسیار خوبی بود. تعدد کاندیداهای اصلاح طلب در هنگام مناظره ها کمک بزرگی به آقای روحانی خواهد بود که فقط یک صدا در مقابل صداهای طرف مقابل که زیاد هم هستند نباشد، فقط یک صدا نباشد، فرصت بیشتری برای بیان نظرات و برنامه ها ایجاد می شود و در صورت نیاز جایگزین نیز می تواند باشد. قرار است در نهایت یک کاندیدای اصلاح طلب باقی بماند که آرا شکسته نشود و یک جا و برای یک نفر بماند و آن یک نفر از نگاه ما آقای روحانی است که از ایشان قویاً حمایت میکنیم. حاصلم این شد که یه عده‌شون رفتن تو دولت روحانی. ببینین میخوام بگم اینا در حل مسئله با هم اختلاف دارن، نه در
صورت مسئله که حفظ نظام مقدس است. حالا اگر از اختلاف های باندی و جناحی اطلاعات و اسناد رسوا کننده و افشاگرانه درز میکنه و معدود روزنامه‌نگارهایی که شهامت انتشارش دارن منتشر میکنن، قطعا به نفع آگاهی عمومی مردمه، وگرنه خود حکومت که اینقدر فساد تک تک حاکمان رایج شده است که دیگه قوه قضاییه چون که اینقدر داد مبارزه با فساد میزنه مسخره، حتی خبرش هم منتشر نمیکنه. کاظم صدیقی آدم مهمی است در حکومت. از نیمه دوم اسفند که یاشار سلطانی انتشار اسناد افشاگر علیه کاظم صدیقی رو شروع کرد، پایگاه اینترنتی قوه قضاییه رو همین الان بریم ببینیم، هیچی دربارش تا حالا ننوشته درباره این ماجراها. مسئولان قضایی هم هیچی در این باره نگفتن تا حالا، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، یا اگه اتفاقی افتاده خب مهم نیست که بخوایم بهش بپردازیم. دروغ، زمین خاری، درویی، وقاحت، اینا در نظام مقدس چیز مهمی نیست. اینا برای مردم اگر باشد جرم است، تو حکومت که لازم است. و اینا برای پدر سه تا بچه به خاطر دزدیدن سه بسته بادوم هندی جرم عدلیه حکم صادر میکنه. ما در جمهوری اسلامی براتون بخونم، ما در جمهوری اسلامی زندگی میکنیم. اینجا یه پدر، ببینید سندش هست دیگه، در خصوص اتهام آقای فلان و فلان فرصت نداریم من همه حکم رو بخونم. خلاصه مطلب، به خاطر سرقت سه بسته بادام هندی 10 ماه حبس و 40 ضربه شلاق تعزیری، استرداد عین اموال مسروقه یعنی سه بسته بادام هندی و رد مثل یا قیمت آن در صورت فقدان عین، یعنی اگه بادوم هندی خورده شده پولش هم بده. به اتهام دزدیدن گوسفند دست میبرن، حکم شرع انبر رو اجرا میکنن. در تاریخ 26 تیر 1402 حکم قطع انگشتان دست یک مرد در زندان مرکزی قم به اجرا درآمد. این زندانی 35 ساله در به اتهام سرقت 5 رأس گوسفند به قطع 4 انگشت دست محکوم شده بود. در شهریور 1402 نیز حکم قطع انگشتان دست یک زندانی دیگر در این زندان به اجرا در آمد. 7 زندانی دیگر در زندان تهران بزرگ در خطر قریب الوقوع اجرای حکم غیر انسانی قطع دست قرار دارند. برای همین چیزا بادمندی و گوسفند و گوشت و. یه گزارش کوتاه ببینیم که روزنامه شرق تهیه کرده از مسائل مردم، که مسئله مردم چیه؟ این دعوه هاست یا دم عیدی همین نوروز 1403. نمیتونیم مرغ بخریم، نمیتونیم گوشت بخریم، الان عید نزدیکه ما هیچی نخریم. من از اون موقعی که کرونا اومد بیمار نه گوشت خریدم نه مرغ خریدم. ماهیانه میخریدیم، الان نمیتونیم ماهیانه بخریم. مثلا میخوایم 1 کیلو شد تا 2 ماه ما طول میدیم، داریم مثلا حالت جیره‌بندی شده تو زندگیمون. با اینکه خودم تولید کننده گوشت هستم، جالبه اینه بدونید که مصرف کننده ناراحته، من تولید کننده با مشکلات خاص خودم مواجهم و برای امثال من تولید کننده من مغروم به صرفه نیست. خانواده 2 نفریم، خانومم خونه داره، فقط من شاغلم، گاهنم نوامو میاد خونمو. با اینکه کم جمعیتیم ولی خب گرونی بیداد میکنه. ما 2 نفریم، خودم و پسرم، هر دومون هم کار میکنیم از صبح تا شب. اگه کار نمیکردیم و وضعمون این بود اشکال نداشت، ولی ما 2 نفریم و هر دو داریم واقعا تلاش میکنیم و وضعمون اینه. گریم در میاد. تازه یه مستمری هم داریم، بازم نمیرسونیم، بازم کم میاریم، واقعا کم میاریم. واقعا دلمون پره، نه من، اکثر کسایی که باشون میشینن صحبت کنم همه واقعا دلگیرن که چرا این شرط اینطوریه، خیلی سخته. آخه فقط گوش نیست که، دارو هست، چه میدونم پوشاک هست، خرج مدرسه هست، دارت داستان دیگه هست. اینا تازه از اقشار متوسط جامعه که اینجوری میگن. مسئله مردم این چیزاست. تا این نظام مقدس هست نه این مسائل مردم حل میشه، نه امثال کاظم صدیقی و مطلبه کاشانی و مهدی جهانگیری و بقیه دوزا و کلاهبردارا از بین میرن، از هر دو جناحشون، در جناحشون. اینا مسائل مردم که شنیدین، بعد مسائل دو جناح اصلی حکومت اختلاف سر زدن یا نجات صدیقیه، اختلاف دارن.
نه به خاطر مشکلات مردم، به خاطر اینکه یکی از نزدیکترین ها به خامنه ای و از تریبون دارای مخالف رفسنجانی روحانی به طور مستند رسوا شده. اختلاف دارن. دولت رئیسی موضعش رو فوری روشن کرد. روش دفاع از صدیقی، دفاع از ولایت است. خبرگزاری سپاه هم فارس بدون هیچ استدلال و سندی نوشت در پی انتشار اخباری مبنی بر زمین‌خواری توسط تولیت حوزه علمی امام خمینی ره، تحقیقات حاکی از آن است که از چند ماه گذشته اصلاحاتی برای منافع حوزه انجام شده بوده و شایعه زمین‌خواری یک دروغ بزرگ است. خب از اون برم توپخانه رسانه‌ای اصلاح طلبان و کارگزارا آتش رو بیشتر میکنه. اکو ایران میاد میگه که رسانه مشترک تکنوکرات های اصلاح طلب و کارگزارانی میگه طی نامه هایی که منتشر میکند میگه آقای صدیقی درخواست کرده از احمدی نژاد موقعی که شهردار بوده است که بیا این زمین ها رو به ما بده، این نامه ها داریم میبینین، و احمدی نژاد هم میگه باشه باشد بدین بشش. این وسط مردم محل نامه میزنن که آقا جان این باغ بزرگ گیلاس و اینا دارن از بین میبرن، چند صد ساله این درختان رو دارن میبرن، این کارو میکنن، دارن از بین میبرن، بیاید نذارید این کارو بکنن. چند تا امام به سر اومدن اینجا ولن و کلی افتادن با عرق برقی به جون درخت و فلان اینا. به هر حال انجام میشه. انجام شدنش این است که زمان احمدی نژاد اجازه داده میشه، زمان قالیباف انجام میشه، تموم میشه، میره. با مطلبی کاشانی چیکار کردن؟ با این شخص هم همین کارو میکنن. با جنگلخوار شمال نماینده حضرت امام خمینی در استانهای شمالی به طور کلی چیکار کردن؟ با سعید طوسی چیکار کردن؟ پیشوای مسلمین جهان بعد از اینکه قضایا دادگاهی شد سعید طوسی لورا فلان، پیشوای مسلمین جهان فرمودن سعید طوسی رو بذارین قاری اجلاس افتتاحیه مجلس شورای اسلامی خرداد 95. و سعید مرتضوی هم همینجوری همین داستان، بردنش کردنش رئیس سازمان تامین اجتماعی. بریم پرده آخر. بهجت خب ره یافته بود، امام زمان دیده بود. آقای بهجت در میان علمای تاریخ شیعه یه امتیازی داشت که من در دیگران سراغ ندارم، نه در حالاتشون دیدم و نه شنیدم. خیلی از سفرای الهی رو دیده بود، از جمله حضرت عیسی رو تو حرم حضرت رضا علیه السلام با مادرش حضرت مریم که برای زیارت اومده بودن، آقای بهجت در محضرشون بوده و نحوه زیارتشون رو دیده بود. آقای بهجت گفته بودن که آقا من میترسم ریا کنم. فرموده بودن خب باید ریا کنی دیگه، ریا کن، ولی برای خودش ریا کن. شب و روزگار خوش.